برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام مسابقه فرهنگی ویژه‌ای را برگزار می کند. این مسابقه شامل 30 سوال درباره زندگی امام رضا علیه السلام، ولادت و القاب این امام همام است. اسامی 10 برگزیده این مسابقه پس از بستن فرم پرسش ها روز دوشنبه 8 خرداد 1402 برابر با 29 می 2023 میلادی ساعت 16 روی شبکه های مجازی آستان مقدس عباسی اعلام خواهد شد. رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست خود در هیروشیمای ژاپن خواستار ایجاد استانداردهایی شدند تا بر اساس آن این اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی قابل اعتماد و مطابق با ارزش‌های دموکراتیک مشترک بین کشورهاست. آنها همچنین یک مجمع وزیران را برای بحث درباره مسائل مربوطه به ابزارهای مولد هوش مصنوعی از جمله حقوق مالکیت معنوی و اطلاعات نادرست ایجاد کردند. اتحادیه اروپا که در این اجلاس حضور دارد در حال کار برای تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی در جهان است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در روز ملی جمعیت پیامی صادر کرد و مدعی شده ایران با بحران هولناک پیری جمعیت روبروست. در پیام آقای عین‌اللهی آمده که ایران امسال با یکی از مهمترین چالش‌های قرن به نام بحران هولناک پیری جمعیت قرار دارد. وی گفته این وزارتخانه دست به آسانسازی، ارزانسازی و کریمانه نمودن خدمات مختلف همچون آموزش‌های هنگام ازدواج، باروری سالم، ارائه رایگان خدمات زایمان طبیعی، پیشگیری و تشخیص و درمان ناباروری و پیشگیری و مقابله با سقط جنین زده است. اظهارات وزیر بهداشت ایران در حالی مطرح می‌شوند که در سال‌های اخیر مقامات بلندپایه این کشور ضمن انتقاد از سیاست‌های دهه 70 و 80 که کمتر شدن فرزندان را توصیه می‌کردند، خواهان افزایش جمعیت شدند.